امریکا خواستار پیگرد عاملان کشتار کارجویان افغان در مرز ایران شد. 8 صبح کابل. دفتر الیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی با انتشار توییت گزارش‌های نشر شده در مورد رفتار مردمان ایرانی با کارجویان افغان را وحشتناک توصیف کرده است و خواستار تحقیقات کامل در مورد این گزارش‌ها شده است. معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی از جانب دیگر تاکید کرده است کسانی که پس از تحقیقات به عنوان عامل این رفتار وحشتناک با مهاجران افغان شناخته می شوند باید مجازات شوند. همزمان با این سفارت امریکا در کابل در توییت نوشته است که کشورش شریک نگرانی دولت جامعه مدنی و مردم افغانستان درباره گزارش های کشتار و سوء استفاده از مهاجران افغان در مرز ایران است. درست پیش گزارش شد که مرزباران ایران شمار از کارجویان افغان را که می خواستند به صورت قاچاقی به ایران بروند ابتدا شکنجه کرده و سپس آنها را به دریا انداختند. برخی از گواهان رویداد گفتند که 57 کارگر افغان سحرگاه شنبه 13 سور از سوی نیروهای مرزی ایران به رودخانه انداخته شدند که 23 نفر آنها جان باختند. ایران اما این ادعا را تکذیب کرده است. اداره مرزبانی این کشور گفته است که با بررسی ویدیوهای نشر شده به این نتیجه رسیده که این رویداد در مرز افغانستان و ایران صورت نگرفته است. وزارت خارجه روز گذشته اعلام کرد که بررسی‌ها در مورد ادعای شکنجه و کشته شدن کارجویان افغان از سوی مرزبانان ایران ادامه دارد. این وزارت گفته است که بررسی‌ها در این مورد پیشرفت داشته است. وزارت خارجه در مورد پیشرفت در بررسی‌های جزئیات بیشتر نداده است. وزارت خارجه همچنان گفته است که با ایران در تماس است و از این کشور خواسته است که درباره ادعاهای مطرح شده علیه مرزبانان این کشور تحقیق کند و نتیجه آن را با حکومت افغانستان در میان بگذارد. همچنان ارگ ریاست جمهوری کشتار کارجویان افغان در مرز ایران را جنایت نابخشودنی خواند. 8 صبح کابل. ارگ ریاست جمهوری کشتار کارجویان افغان در مرز ایران را جنایت نابخشودنی توصیف کرده و گفته است که وزارت امور خارجه این رویداد را تا تامین عدالت به صورت جدی پیگیری می کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه 17 سر در توییت نوشت: اعمال وحشیانه و غیر انسانی که باعث شهادت شمار از شهروندان مظلوم ما در مرز با ایران گردید جنایت نابخشودنی است. وزارت خارجه امور اسلامی افغانستان این رویداد تأسف‌بار را به منظور تامین عدالت به گونه جدی پیگیری می کند. 4 روز پیش گزارش شد که مردمان ایران شمار از کارجویان افغان را که می خواستند به صورت قاچاقی به ایران بروند ابتدا شکنجه کرده و سپس آنها را به دریا انداختند. برخی از گواهان رویداد گفتند 57 کارگر افغان از سوی نیروهای مرزی ایران به رودخانه انداخته شدند که 23 نفر آنها جان باختند. ایران اما ادعا را تکذیب کرده است. اداره مرزبانی این کشور گفته است که با بررسی ویدیویی نشر شده به این نتیجه رسیده که این رویداد در مرز افغانستان و ایران صورت نگرفته است. ارگ ریاست جمهوری ادامه خشونت های طالبان چالش اصلی روند صلح است. 8 صبح ارگ ریاست جمهوری میگوید که دولت افغانستان برای برقراری صلح دائمی در کشور هنگام با تلاش جامعه جهانی گام های مهم را برداشته است، اما ادامه خشونت های طالبان چالش اصلی برای روند صلح به شمار می رود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه 17 سر در توییت نوشته است که دولت افغانستان به گونه کامل آماده و متحد است تا گام ها و اقدامات بیشتر را برای موفقیت روند صلح بردارند. این در حال است که وزیر دفاع ایالات متحده امریکا دولت افغانستان و طالبان را متهم کرده که به تعهداتشان در قبال روند صلح عمل نمی کنند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، مارک اسپرن وزیر دفاع ایالات متحده امریکا این مطلب را روز سه شنبه 16 سور بیان کرده است.
افزایش خشونت‌ها از مواردی است که مقام‌های آمریکایی آن را دلایل عدم پایبندی طالبان به تعهداتشان برمی‌شمارند. طبق این گزارش، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در گفتگو با خبرنگاران از جانب دیگر گفته است که دولت افغانستان نیز به تعهدات خود عمل نکرده است. هرچند در موافقتنامه صلح آمریکا و طالبان در دهم ماه حدود سال گذشته امضا شد، دولت افغانستان دخیل نبود، اما کابل و آمریکا یک اعلامیه مشترک را در این مورد صادر کردند. پیشتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته بود که طالبان در کاهش خشونت بر اساس مفاد موافقتنامه صلح ناکام بودند. افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان در هفته های پسین پابندی موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان را در موقعیت شکنجه قرار داده است. رویترز گزارش داده است که طالبان در جریان 45 روز گذشته پیش از 14500 حمله را علیه نیروهای امنیتی افغانستان اجرا کردند. افزایش خشونت ها از مورد است که مقام های آمریکایی آن را از دلایل عدم پایبندی طالبان به تعهداتشان برمی‌شمارند. طبق این گزارش، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در گفتگو با خبرنگاران از جانب دیگر گفته است که دولت افغانستان نیز به تعهدات خود عمل نکرده است. هرچند در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در دوام ماه حدود سال گذشته امضا شد، دولت افغانستان دخیل نبود، اما کابل و آمریکا یک اعلامیه مشترک را در این مورد صادر کردند. پیشتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته بود که طالبان در کاهش خشونت بر اساس مفاد توافقنامه صلح ناکام بودند. افزایش خشونت ها از سوی گروه طالبان در هفته های پسین پابندی به توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان را در موقعیت شکنجه قرار داده است. وزیر خارجه آمریکا نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این مورد که آیا طالبان به تعهدات خود پابندی بودند گفته است: من فکر نمی کنم که این گونه باشد. چند روز پیش ریاست جمهوری نیز اعلام کرد که افزایش خشونت ها سوی طالبان باورمندی مردم را به صلح صدمه زده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری از طالبان دعوت کرد که برای مبارزه با ویروس و کرونا آتش بس را بپذیرند. عبدالرشید دوستم، عامل جدایی فرزند مارشال فهیم و عبدالله عبدالله. آریانا نیوز گفته می شود که فرزند ارشد مارشال محمد قاسم فهیم پس از آنکه دکتر عبدالله عبدالله برای جنرال دوستم رتبه مارشالی درخواست کرد، با او مقاطعه سیاسی کرده است. حدیف فهیم، فرزند مارشال محمد قاسم فهیم، با دکتر عبدالله عبدالله به دلیل درخواست رتبه مارشالی برای جنرال دوستم مقاطعه سیاسی کرده است. ادیب فهیم، فرزند ارشد مارشال محمد قاسم فهیم، دکتر عبدالله را متهم کرده که یک مصلحت سیاسی مقطعی را نسبت به ارزش‌های تاریخی جهاد و مقاومت ترجیح داده است. آقای فهیم بدون ذکر نام عبدالله عبدالله در پیام نوشته: یک بزرگ برادر و دوست گرامی ما لحاظ یک عمر دوستی و وطنداری و برادری و صداقت را نکرد، یک مصلحت سیاسی مقطعی را نسبت به ارزش‌های تاریخی جهاد و مقاومت ترجیح داد. برود خدا نگهدارش. با وجود این، گفته می شود که آقای علی فهیم پس از آنکه عبدالله عبدالله برای جنرال دوستم رتبه مارشالی درخواست کرد، با او مقاطعه سیاسی کرده است. بر بنیاد گزارش های تایید ناشده، عبدالله عبدالله در پنان حل اختلاف سیاسی برای جنرال دوستم معاونیت سرقمندان اعلای قوای مسلح و رتبه مارشالی کرده است. این در حال است که عبدالله عبدالله پلان خود را برای حل اختلاف سیاسی بین ارک و سپهدار فرستاده است. جزئیات این پلان هنوز مشخص نیست، اما گفته می شود که بر بنیاد آن عبدالله عبدالله رهبری شورای عالی مصالحه را پذیرفته و نیز خواستار سهم 50% در کابینه، معینان، رؤسا، سفرا و انتخاب ولیها شده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.